طرح الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته ای در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. نمایندگان با 213 رای موافق، 10 رای مخالف و 6 رای ممتنع روز سه‌شنبه دوم تیر ماه به تصویب این طرح رای دادند. در طرح الزام دولت به حفظ حقوق هسته سه بند و دو تبسر گنجانده شده که به عنوان شروط برای روند اجرای توافقنامه و نتایج مذاکرات هسته ای تعیین شدند. بر اساس این طرح هر گونه نتایج مذاکرات هسته‌ای با کشورهای پنج به علاوه یک در صورتی معتبر خواهد بود که الزامات مندرج در این طرح رعایت شود نخستین الزام این طرح لغو کامل تحریم ها به طور یکجا در روز آغاز اجرای تعهدات جمهوری اسلامی است ممنوعیت بازرسی از اماکن نظامی، امنیتی و حساس غیر هسته‌ای بند دوم این طرح را شامل می شود. در این بند همچنین دسترسی کارشناسان آژانس بین المللی انرژی اتمی به اسناد و دانشمندان هسته‌ای ممنوع خوانده شده است. در بند سوم این طرح تاکید شده هیچ محدودیتی برای کسب دانش و فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای تحقیق و توسعه پذیرفته نیست. نمایندگان مجلس همچنین دو تبصره را تنظیم کردند که در آن به اصول 77 و 125 قانون اساسی استناد و ذکر شده است که نتیجه مذاکرات باید به مجلس شورای اسلامی ارائه شود در تبصره دوم طرح الزام دولت به حفظ حقوق هسته‌ای تاکید شده وزیر امور خارجه موظف است روند اجرای توافقنامه را به اطلاع مجلس برساند این طرح روز سهشنبه در حالی به تصویب رسید که هیچ نطقی در مخالفت با آن از سوی نمایندگان صورت نگرفت پیش از رأیگیری برای تصویب این طرح جلسه ای غیر علنی و غیر رسمی با حضور 240 نماینده برگزار شد مجید انصاری نماینده پارلمانی دولت در مجلس پیش از آغاز رأیگیری قصد داشت تا در مخالفت با برخی از جزئیات این طرح سخن بگوید که با واکنش مخالف علی لاریجانی رئیس مجلس روبرو شد آقای لاریجانی خطاب به انصاری گفت ما یک ساعت است که در حال صحبت هستیم تا مشکلات کشور حل شود اما حالا شما میخواهید مخالفت کنید پس از پایان رأیگیری نمایندگان با سردادن فریادهای الله اکبر و مرگ بر آمریکا نسبت به تصویب این طرح ابراز خوشنودی کردند علایدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در مورد مخالفت مجید انصاری با این طرح گفت البته ایشان نظرات و پیشنهادهایی داشتند اما به دلیل اینکه قرار شد صدای واحدی در این زمینه وجود داشته باشد حتی نمایندگانی که بحثهای دیگری در این مورد داشتند به همین دلیل چیزی نگفتند تصویب طرح الزام دولت به حفظ حقوق هسته‌ای در مجلس همان گونه که پیش از آن نیز انتظار می‌رفت، واکنش مخالف دولت را به همراه داشت. محمد باقر نوبخ سخنگوی دولت این طرح را مغایر با قانون اساسی خواند و گفت موضوع مذاکرات طبق اصل 176 قانون اساسی در حوزه شورای عالی امنیت ملی است و طبق قانون اساسی این موضوع نه در حوزه قوه مجریه قرار دارد و نه در حوزه قوه مقننه است. به در نشست خبری خود در روز سهشنبه تاکید کرد شورای عالی امنیت ملی به صورت مستمر بر مذاکرات هسته نظارت دارد و دولت حتما در زمینه هسته نه تنها به مجلس و مراکز قانونی بلکه به ملت هم گزارش عمل کرد می داد. آقای نوبخت با این حال مصوبه مجلس را در راستای حمایت از مذاکره کنندگان هسته و تقویت جایگاه نمایندگان ایران در برابر شش قدرت جهانی توصیف کرد. علیرضا سلیمی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس از برگزاری جلسه استیزاه علی از فانی فردا چهارشنبه سوم تیر ماه خبر داد در روزهای گذشته خبرهای مبنی بر صرف نظر کردن اعضای کمیسیون آموزش مجلس از استیزاه وزیر آموزش و پرورش منتشر شده بود. هفته گذشته محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت و وزیر آموزش و پرورش در تلاشی برای قانع کردن نمایندگان تندرو و اصولگرا در مجلس به پرسش های نمایندگان پاسخ داد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز در دیدار هفته گذشته با نمایندگان مجلس از آنان خواسته بود تا از استیضاح وزیر آموزش و پرورش صرف نظر کنند. طرح استیزاه علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش در 26 خرداد ماه و پس از برگزاری جلسه غیرعلنی مجلس با فانی و معاون رئیس جمهور با 64 امضا توسط هیئت رئیسه مجلس اعلام وصول شد و سوم تیر ماه زمان برگزاری جلسه استیزاه اعلام شد. در یکی دو روز گذشته اخباری در فضای مجازی مبنی بر لغو جلسه استیزاه در روز سوم تیر ماه منتشر شد که در این خصوص نمایندگان کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی بر برگزاری جلسه استیزاه در روز سوم تیر ماه تاکید داشتند. قاسم جعفری عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در پاسخ به این پرسش که آیا جلسه استیزاه روز سوم تیر ماه لغو شده است گفت تا این لحظه چنین چیزی نشنیدم. آقای جعفری گفت در آینامه مجلس چنین چیزی وجود ندارد و جایی برای لغو جلسه استیزاه نداریم. دولت آمریکا اعلام کرده که ضرب دستیابی به توافق نهایی اتمی میان ایران و کشورهای پنج به یک که تاکنون دهم تیر ماه تعیین شده است قابل تغییر است به گزارش رویترز جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید روز دوشنبه اول تیر ماه اعلام کرد مهلت نهایی تعیین شده برای دستیابی به توافق در حال حاضر ثابت است اما احتمال دارد در صورت نیاز تغییر کند او در این زمینه به توافقی که بر سر چارچوب کلی در لوزان سوئیس در فروردین امسال صورت گرفت اشاره کرد که در آن مهلت تعیین شده سه روز به تعویق افتاد در حالی است که پیش از این آمریکا احتمال تمدید مهلت دستابی به توافق نهایی را رد می کرد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران که روز گذشته با وزرای خارجه فرانسه، آلمان و بریتانیا و فدریکا موگرنی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در لوکزامبورگ دیدار کرد، در گفتگو با خبرگزاریها ها اعلام کرد اگر اراده سیاسی برای پذیرش واقعیت ها و حرکت به سمت جلو بر اساس آنچه که در لوزان موافقت کرده این وجود داشته باشد، امکان خوبی برای پایان دادن به این مذاکرات تا مهلت تعیین شده یا چند روز پس از آن وجود خواهد داشت در حال حاضر مذاکرات ای با ایران در سطح معاونان وزارت خارجه در وین در جریان است اما قرار است که وزرای خارجه کشورهای گروه 5 علاوه یک هفته آینده به گفتگوها بپیوندند غرب ایران را متهم به تلاش برای دستیابی به تسلیحات اتمی می کند. ایران همواره این ادعا را رد کرده و گفته است از پیگیری برنامه هسته‌ای خود اهداف صلح‌آمیز دارد. روز گذشته عباس عراقچی معاون ظریف و عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران پیش از پرواز به لوکزامبورگ گفت محلت پایانی مقرر برابر با دهم تیر ماه برای ایران نهایی نیست و در صورت لزوم مذاکرات چند روز بیشتر ادامه خواهد یافت عراقچی با اشاره به اینکه نگارش متن توافقنامه در سطوح مختلف همچنان ادامه دارد تاکید کرد اختلافات در بعضی از مسائل جدی است و به بررسی های بیشتری احتیاج دارد او گفت پیشرفت گفتگوها به اندازه انتظار نبوده است وزرای خارجه بریتانیا و فرانسه روز گذشته اعلام کردند هر توافقی با ایران باید در برگیرنده امکان راستیازمایی لازم برای اطمینان یافتن از میزان التزام ایران به تعهدات خود باشد فرانسه خواستار آن شد که توافقی قاطع با ایران انجام شود و بریتانیا از ایران خواست تا انعطاف بیشتری از خود نشان دهد جمهوری اسلامی ایران و گروه پنج بعلوی یک در اوایل آوریل در لوزان سوئیس بر سر چارچوب محدود ساختن برنامه اتمی ایران به تفاهم رسیدند اما بسیاری از جزئیات همچنان باز مانده و باید تا دهم تیر ماه بر سر آن به توافق برسند دستیابی به توافق نهایی اتمی به معنای خاتمه بخشیدن به مناقشه است که بیش از یک دهه است که در جریان است جولی بیشاب وزیر امور خارجه استرالیا انجام توافق با ایران بر سر بازگرداندن پناهجویان ایرانی را تایید کرده است این خبر در حالی منتشر شده است که مقام های دولت ایران توافق با استرالیا برای بازگرداندن پناهجویان را رد کرده بودند خبرگزاری ایسنا روز جمعه 29 خرداد گزارش داد که یک مقام نزدیک به هیئت کنسولی ایرانی برخی اخبار منتشر مبنی بر توافق دو طرف برای بازگرداندن اجباری پناهجویان ایرانی را رد کرده است این مقام گفته است چون این موضوعی درست نیست و توافقی در این خصوص صورت نگرفته است سیاست دولت جمهوری اسلامی ایران بر مبنای آزادی عمل اتباع خود برای گزینش محل اقامت و شغل خود می باشد و چنانکه کسی از اتباع کشورمان قصد بازگشت به ایران را داشته باشد این بازگشت با داوطلبانه و فارغ از هر گونه اجبار صورت گیرد این در حالی است که به گزارش شبکه خبری اسکای نیوز استرالیا خانم بیشاب تایید کرده است که یک هیئت بلندپایه از مقامهای ایرانی هفته گذشته به آن کشور سفر کرده بودند تا در مورد موضوع بازگرداندن پناهجیانی که موفق به دریافت پناهندگی نمیشوند مذاکره کند به گفته ی وزیر خارجه ای استرالیا بسیاری از کسانی که درخواست پناهندگی از استرالیا دارند دلایل اقتصادی دارند و به همین دلیل بازگرداندن آنها عادلانه است خانم بیشاب گفت از 52,000 هزار پناهجویی که تلاش کردن در دولت حزب کارگر وارد آن کشور شوند 13200 نفر ایرانی هستند دولت استرالیا به تازگی قوانین بسیار سختی را علیه مهاجران در پیش گرفته و در این حال اعلام کرده است تحت هیچ شرایطی مهاجران غیرقانونی که از طریق دریا خود را به خاک آن کشور میرسانند را نمیپذیرد سیاست های جدید دولت استرالیا با اعتراض سازمان های بین المللی روبرو شده است وزیر امور خارجه استرالیا در گفتگو با اسکای نیوز پناهجویان ایرانی را متهم کرده است که ادعاهای واقعی ندارند خانم بیشاب گفته است پناهجویان کسانی هستند که با هدف بهبود شرایط مادی به استرالیا سفر کردند نه به خاطر پیدا کردن محلی امن در پی آزار و اذیت از سوی دیگر حزب کارگر حزب مخالف دولت استرالیا دولت را متهم کرده است که برای گرفتن توافق ایرانی ها در مورد بازگرداندن پناهجویان با تهران تجارتی بر سر تسهیلات مسافرتی کرده است رسانه ها اخیرا گزارش دادند که تهران و کامبرا در حال مذاکره بر سر برخی تسهیلات روادیدی و مسافرتی هستند در این حال گزارش هایی در مورد احتمال بازگشایی دفاتر کنسولی ایران در سیدنی و ملبورن مطرح شده است یکی از اعضای حزب کارگر در مخالفت با دولت در مقاله‌ای برای روزنامه استرالیان نوشته است بازگشایی چنین دفاتری خطرناک است در عین حال حزب کارگر خود از سوی حزب محافظه کار متهم است که در سیاست های مهاجرتی سهلنگاری کرده است بنابر گزارش پیشین ایسنا در پایان دو روز نشست رایزنی های کنسولی میان جمهوری اسلامی ایران و استرالیا به ریاست مدیران کل کنسولی دو کشور افزایش تسهیلات روادیدی و مسافرت اتباع یکدیگر برای گردشگری تجارت و سرمایه گزاری مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفته است بنابر این گزارش بررسی چگونگی کمک به حل مشکل پناهجویان ایرانی در اردوگاه های مهاجران که در وضعیت بسیار نامطلوبی قرار دارند بخشی از گفتگوها بوده است نیروهای مسلح کرد سوریه تا 50 کیلومتری شهر رقه در سوریه که به پایتخت گروه تروریستی دولت اسلامی تبدیل شده پیشروی کردند. رقه یکی از مهمترین پایگاه های داعش در سوریه است. با حمایت هوایی ائتلاف ضد داعش به رهبری آمریکا و در همکاری با گروه های کوچک شورشیان سوری، نیروهای کرد یگان های مدافع خلق موفق شدند پایگاه تیپ 93 را که در شمال رقه واقع شده از داعش بازپس بگیرند این خبر را رو روز سهشنبه دوم تیر گروه ناظر حقوق بشر سوریه که مقر آن در بریتانیاست و همچنین سخنگوی یگانهای مدافع خلق تایید کرد بنابر گزارش ها طرفین درگیری در نزدیکی منطقه عین ایسا درگیری شدیدی با یکدیگر داشتند پایگاه تیپ 93 را نیروهای دولت اسلامی یک سال پیش از کنترل نیروهای دولتی سوریه خارج کردند و خود کنترل آن را به دست گرفتند با پیشروی کردها و تصرف پایگاه تیپ 93 می توان گفت که به گروه تروریستی دولت اسلامی ضربه بزرگی وارد شده است مسیرهایی که رقه را به دیگر پایگاه دولت اسلامی در اطراف شهر حلب در شمال باختری سوریه و که در شمال خاوری این کشور پیوند می دهد از این منطقه می گذارن. از دیگر وزارت دفاع آمریکا اعلام کرده است که در پیکار با نیروهای دولت اسلامی به موفقیت هایی دست یافته است بنابر گزارش ها در حملات هوایی به شهر موسل در عراق یکی از اعضای دولت اسلامی که تونسی تبار است و الهرزی نام دارد به قتل رسیده است استیو وارن سخنگوی پنتاگون اعلام کرده است که این موفقیت دولت اسلامی را در توان خود برای جذب نیروهای جهادگرای اهل شمال آفریقا تضعیف می‌کند. الحرزی به دلیل نقش احتمالی در حمله به کنسولگری آمریکا در بنغازی در سپتامبر سال 2012 تحت تعقیب بود. در ماه می سال 2015 آمریکا جایزه 3 میلیون دلاری برای اطلاعاتی که موجب دستگیری یا مرگ وی شود تعیین کرده بود. یگانهای های مدافع خلق کرد همچنین هفته گذشته کنترل کامل شهر تل عبیز را در دست گرفته و افراد گروه دولت اسلامی را از این شهر مرزی بیرون راندند. شهر تل از در مرز ترکیه منطقه استراتژیک برای نیروهای دولت اسلامی به شمار می آمد و از دست دادن آن ضربه سنگین برای داعش بود. در حالی که جمهوری اسلامی سه هفته پس از مرگ مشکوک چهار زائر کودک و نوجوان سعودی و مسمومیت 27 زائر مشهد از شهروندان سعودی در هتل محل اقامتشان هنوز توضیح قانع کننده و کافی درباره این حادثه و مسئولان آن منتشر نکرده و وزیر بهداشت تاکید کرده است مسموم کردن زائران سعودی عمدی و با نقشه بوده است، حسن قشقاوی معاون کنسولی وزارت امور خارجه ایران خواهان اعدام معمور فرودگاه عربستان سعودی شده که متهم به آزار دو زائر ایرانی شدند. گفتنی است این دو معمور که هنگام بازرسی بدنی از دو نوجوان ایرانی با آنها بدرفتاری کرده بودند در دادگاهی با حضور نماینده ایران به چهار سال حبس و شلاق محکوم شدند. جمهوری اسلامی ایران که نخست با سر و صدای زیاد مدعی شده بود به این دو نوجوان تجاوز شده است با تکذیب خبر توسط وزارت خارجه و بعثه رهبری در حج و خانواده دو نوجوان ناچار شد ادعای خود را پس بگیرد و اعلام کند دو زائر ایرانی را هنگام بازرسی بدنی لخت کردند و این امر باعث ناراحتی روحی دو نوجوان ایرانی شده است معاون کنسولی وزارت امور خارجه افسوده در جلسه دوم دادگاه که باز هم سرکنسول ایران حضور داشت دادگاه دفاعیات متهمان و وکلای آنها را استماع و ختم جلسه را اعلام کرد دو متهم به آزار دو زائر نوجوان ایرانی در فرودگاه جده عربستان هر کدام به چهار سال زندان و شلاق محکوم شدند. معاون وزارت امور خارجه ایران در بخش دیگری از سخنانش گفت تضمین امنیت عمر و ایجاد فضای منطقی و معقول در ورود و خروج زائران ایرانی به عربستان مهمترین شرایط جمهوری اسلامی برای برقراری مجدد سفرهای عمره است. جمهوری اسلامی پس از حادثه ای که برای دو نوجوان ایرانی در جده رخ داد، اعزام زائران سفر حج عمره را متوقف کرد. آقای قشقابی گفت اگر امنیت تضمین و فضای منطقی و معقولی حاکم شود و مردم هم شاهد مجازات متهمان باشند طبیعی است که ما هم برای اثرگیری عمره تمایل داریم بارک اوباما رئیس جمهوری آمریکا با توجه به حادثه قتل تعدادی از شهروندان در کلیسای سیاه پوستان توسط یک جوان سفید پوست گفت تبعیز نژادی و نجات پرستی در آمریکا هنوز درمان نشده است و این چیزی نیست که به سرعت و ناگهانی از یک جامعه رخت بربندد آقای اوباما در این گفتگو خیلی سریح در مورد نجات پرستی صحبت کرد و حتی واژه کاکاسیا را بر زبان آورد رئیس جمهوری آمریکا گفت نجات پرستی درمان نشده است مسئله فقط به این مربوط نمی شود که در جامعه به زبان آوردن واژه کاکاسیا نشانه بیادبی باشد و اینکه دیگر کسی این واژه را به زبان نمی آورد نمی تواند معیاری باشد مبنی بر اینکه دیگر در جامعه نجات پرستی وجود ندارد کاکاسیا لفظی توهینآمیز در خطاب قرار دادن آفریقایی آمریکایی هاست هفته گذشته در جریان تیراندازی در کلیسایی در چارلستون در ایالت کارولینای جنوبی نه آفریقای آمریکایی از جمله کشیش کلیسا کشته شدند مهاجم به این کلیسا از سوی رسانه های آمریکایی به عنوان فردی متمایل به تعصب نژادی و برتر بودن نژاد سفیدپوست معرفی شده است باراک اوباما در اظهارات خود گفت نژادپرستی پرستی را نمی شود گفت چون در سطح عمومی دیده نمی دیگر از بین رفته است جوامع یک شبه و ناگهانی از چیزهایی که دویست یا سیصد سال پیش رخ داده است پاک نمی شوند. آقای اوباما در برنامه هفتگی مارک مارون کمدین و مجری به عنوان مهمان حضور داشت برنامه هفتگی مارک مارون به استفاده از زبان عام و ادبیات کثیف و نیز پرهیز از مکالمات رایج رسانه معروف است باراک اوباما که خود اولین رئیس جمهوری آفریقای آمریکایی ایالات متحده است گفته از زمانی که از مادری سفید پوست و پدری سیاه پوست به دنیا آمده شاهد موج گسترده ای از بهبود وضعیت تبعیض نژادی در آمریکا بوده اما با این حال افزود که دوران بردهداری در آمریکا هنوز بخشی از دی تاریخی است که از نسلی به نسل دیگر منتقل شده است آقای اوباما همچنین از تسلط گسترده انجمن ملی سلاح بر کنگره ابراز ناامیدی کرده و گفته همین تسلط باعث شد پس از کشتار سندی هوک در سال 2012 و کشته شدن 20 دانش آموز و 6 کارمند مدرسه نشود قانونی بهتر برای کنترل اسلحه تصویب کرد آقای اوباما با تاکید بر احترام نسبت به شکارچیان و کسانی که از تیراندازی به عنوان ورزش استفاده می کنند و نیز شمار گسترده صاحبان سلاح در آمریکا گفت پرسش اینجاست که آیا راهی هست که بتوان برخی رسوم مشروع را نگه داشت ضمن اینکه عقل جمعی را با آن تلفیق کرد که بتواند جلوی یک جوان 21 ساله را بگیرد که حالا از چیزی خشمگین است و یا اصلا نجات پرست است و یا حتی تعادل سالم روانی ندارد و یک راست برود به یک مغازه و خود را مسلح کند و آسیب عظیمی به بقیه وارد کند اشاره آقای اوباما به تیرانداز و عامل کشتار در کلیسای چارلستون است دیلان استورمروف متهم این تیراندازی جوانی است که پیش از این حمله مانیفستی با بیش از 2500 واژه و در نفرت از سیاه پوستان و اشاره به برتری نژاد سفید نوشته بود گروهی از فعالان کارگری به برکناری گروهی از روزنامه نگاران از خبرگزاری کار ایران اعتراض کردند. هفته گذشته مدیرامل خبرگزاری ایلنا گروهی از خبرنگارانی را اخراج کرد که خبرهای مربوط به اعتراضهای کارگری در ایران را پوشش می دادند. سندیکای کارگران فلسکار مکانیک با انتشار بیانیه ای از اعضای سرویس کارگری ایلنا و کارگران فارسیت درود حمایت کرده است. سندیکای کارگران فلسکار مکانیک در بیانیه خود نوشته است ایلنا تنها خبرگزاری رسمی ایران که اخبار کارگران را پوشش می‌داد، حالا خود دست به اخراج دست جمعی خبرنگارانش زده است. اخراج دست جمعی، قراردادهای موقت و یک طرفه و نبود امنیت شغلی یکی از موضوعاتی است که ایلنا بارها درباره آنها خبررسانی کرده است. این صندیکا در ادامه بیانیه خود نوشته است: پس از دو روز از غیرفعال ماندن بخش کارگری این خبرگزاری، این بخش با اخباری مربوط به مسائل عادی تأمین اجتماعی و اخباری کاملا مدیریت شده به فعالیت خود ادامه داده است. بنابر گزارش ها اسماعیل محمد ولی، پانیز فازلیان، مرتزا مدنی، لیلا رزاقی و موسوی پنج خبرنگار حوزه کارگری خبرگزاری ایلنا به صورت دست جمعی از این خبرگزاری اخراج شدند. خبرگزاری ایلنا تا کنون توضیحی رسمی در این باره ارائه نداده و اسماعیل محمد ولی دبیر گروه کارگری ایلنا که به همراه خبرنگارانش اخراج شده در فیسبوک شخصیش اعلام کرده که توضیحات سه نفر از خبرنگاران کارگری ایلنا درباره ماجرای اخراج و وضعیت کار در پنج سال گذشته منتشر خواهد شد. پوشش اخبار تجمع اعتراضی کارگران کارخانه فارسیت درود به عنوان علت اخراج دست جمعی خبرنگاران گروه کارگری خبرگزاری ایلنا عنوان می شود. کارخانه‌ای که گفته می‌شود یکی از مدیران و مالکان آن از اعضای خانه کارگر است و اعمال نفوذ او و فشارهای خانه کارگر بر مدیران خبرگزاری و مقاومت خبرنگاران این خبرگزاری در مقابل سانسور اخبار تجمع کارگران کارخانه فارسیت به اخراج خبرنگاران انجامیده است. در خبری دیگر اتحادیه آزاد کارگران ایران نیز در اعتراض به اخراج روزنامه‌نگاران حوزه کارگری نوشته است بخش کارگری ایلنا علا اعمال محدودیت ها و فشار از بالا در این مدت توجه ویژه‌ای به موضوع عدم امنیت شغلی و اخراج دست جمعی کارگران و انعکاس بخشی از مبارزات و اعتراضات کارگران نشان داده و اخبار و گزارش هایی را بدون تحلیل خاص و صرفا در چارچوب وظایف خبرنگاری منتشر کرده است که ظاهرا این مقدار انعکاس خبری را هم سیاستگزاران ایلنا نمیپسندند. خبرگزاری ایلنا مهمترین منبع خبری درباره اخبار کارگران در ایران است. بیش از دو هفته است که از انتخابات پارلمانی ترکیه گذشته نه احزاب به تنهایی آن اندازه رأی کسب کردند که بتونن دولت تشکیل بدن نه تا کنون توافقی برای یک دولت ائتلافی میان احزاب ایجاد شده چنین سردرگمی در سیاست داخلی ترکیه اکنون صبر رجب طیب اردوغان رئیس جمهور این کشور رو لبریز کرده و در انتقاد از این وقت کشی به احزاب این کشور هشدار داده آقای که در یک برنامه زیافت افتار در شهر استانبول شرکت کرده بود گفته که هدف ما باید انتقال هرچه سریعتر ترکیه به آینده باشه او به وضعیت کنونی ترکیه در داخل و شرایط منطقه ای اشاره کرده و گفته تاخیر در تشکیل دولت علاوه بر خسارات اقتصادی میتونه تبعات بینون و منطقه‌ای به همراه داشته باشه آقای اروغان دقیقا از این تعبیر استفاده کرده که ترکیه در محاصره حلقه های آتش هستش اما با وجودی که هم قبلا خود آقای اروغان از چهار حزب حاضر در پارلمان این کشور خواسته بود هرچه سریعتر در تشکیل دولت اعتلافی بکوشن و حتی آقای داود اغلو نخست وزیر هم همین دیروز بار دیگه اعلام آمادگی کرده که حزبش حاضر به اطلاف و تشکیل دولت با دیگر احزاب هستش اما این اتفاق تا کنون نیفتاده در واقع به نوعی شرایط احزاب الان یه جورایی جمع ازداد شده و توافق رو برای تشکیل یک دولت مشترک دشوار کرده امروز هم عملا پارلمان جدید ترکیه آغاز به کار میکنه و نمایندگان باید ادای سوگند بکنن و رئیس پارلمان رو انتخاب بکنن حالا در این کلاف سردرگم آقای اردوغان خوشدار داده اگر احزاب هرچه سریعتر دولت اطلافی رو تشکیل ندن دستور خواهد داد که انتخابات دوباره تجدید بشه در واقع این اختیار رو رئیس جمهور در ترکیه داره که پارلمان رو منحل و دستور تجدید انتخابات رو بده در این کشمکش های سیاسی و تضاد های حزبی اشاره بکنم که چند روز پیش هم کمال قلیشتار اغرو رهبر حزب جمهوری خلق به دولت باخشلی رهبر حزب حرکت ملی پیشنهاد اعتلاف داده بود و از دولت باخچلی خواسته بود تا بدون حضور حزب عدالت و توسعه او مقام نخست وزیری رو بپذیره که این پیشنهاد رو البته رهبر حزب حرکت ملی رد کرده با این همه گمان زنی ها در شرایط کنونی و با توجه به وضع موجود بر این استوار هستش که احتمال اطلاف حزب حرکت ملی و حزب عدالت و توسعه بیش از بقیه هستش هر دو حزب نکات اشتراکی رو دارن که بشه بر اساس اون به یک جمع بندی برسن هرچند اختلافات کم نیست اما آنچه روشن هست به قول معروف سالی که نکوس از بهارش پیداست با چنین دامنه اختلاف و گاه تزادی میان این چهار حزب حتی اگر دولت اعتلافی هم تشکیل بشه ما نباید چندان در طی یکی دو سال آینده خوشبین به پایداری این دولت باشیم نمیخوایم پیشا پیش نظر قطعی بدیم در این رابطه ولی مجموع اتفاقات این چنین حکایت داره که دولت آینده احتمالا بسیار شکننده هستش و با بروز اولین اختلاف ها دوچار چالش جدی میشه دولتی که قرار هست در مورد موضوعات داخلی و خارجی چون مذاکره با کردها و مسئله سوریه سیاست گذاری بکنه که اساسا حالا نگیم بیشتر خود همین دو موضوع محل اختلاف شدیدی میان این احزاب بوده